محسن هاشمی پسر رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در 22 جلسه علنی شورای شهر گفت بافت تهران این پایتخت مملو از جمعیت فرسوده است. 11 منطقه تهران زیر سایه کابوس زلزله است. فقط 2 جمله شد. من یادتون باشه حتما یادتونه ما هفته پیش که با هم صحبت میکردیم شما متاسفانه که 2 روز قبل از زلزله بود دیگه در مورد زلزله بازم نکته متذکر شدید و در موردش صحبت کردیم. من وقتی که زلزله اومد هم خیلی واقعا متاسف شدم از این همه رنج و از این همه 300,000 ساختمان در تهران فرو خواهد ریخت. از جمله مثلا بیمارستان شهر که میبایستی در واقع علیه زلزله توی منطقه زلزله خیز اگه یه ساختمون رو بایستی مقابل سازی بکنن بیمارستان دیگه چون محل اصلی مقابله با پیامده هست اون ساختمون فرو ریخته. حالا ساختمون هایی که آقای احمدی نژاد مسکن مهر ولی ما که صحبت کردیم حیاتون باشه من خیلی نگران شدم حالا کیهان مقاله بنویسه که اینا از پیش خبر داشتن 3 روز قبلش خبر داشتن و صحبت کردن و این بخشی از توطئه تلویزیون اندیشه و آقای مهریس برای این واقعا میگم خیلی ممکنه نیست از ذهن اونا هیچی بعید نیست دیگه اینا هنوز دارن تئوری بافی میکنن که مثلا چرا ریچارد رورتی که در استنفورد درس میداد رفت ایران یه تئوری خیلی مبسوطی هم اونا دارن واقعا اینا تصاویری که آدم میبینه و بعد میدونید بعضی از دوستان بسیار عزیز من که در ایران هستن و تو این مناطق مثلا رفته بودن سفر میکردن گفتن همه توجه ها به چند شهر گنده است ولی خرابی در دهات بعضی دهاتی که سخت هم بهش دسترسی میسره وحشتناکه. یعنی ابعاد ماجرا و بیتوجهی مقامات به این مسائل و بعد بیتوجهی به وضع تهران دیگه. خود آقای هاشمی گفته من چندین سال پیش هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم یه مقاله خوندم ما یه دانشجو داشتیم در استنفورد که داشت دکترای مهندسی سازه میگرفت خیلی به مسئله زلزله حساس بود و خیلی لطف میکرد و منم سعی میکرد که در واقع چیزایی بهم یاد بده در مورد قضیه بعضی مقالات بهم نشون میداد و میداد مثلا یه مقاله یک هیئت کارشناسی ژاپنی در مورد اینکه چه خطرهایی متوجه تهرانه وقتی که اون اتفاق متاسفانه غمبار ممکنه بیفته. خب شما که اینو میدونید و این تحقیق و پولش خود دولت ایران داده شاید شهرداری داده الان یادم نیست و به شما دارن میگن که اینجور نمیشه بسازن باید مقاومت سازی بکنه باید قوانین موجود رو رعایت بکنه باید راه گریز برای مردم پیدا کنیم. یعنی یه مسئله اینه که ساختمون میریزه چه اتفاقی میفته، یه مسئله دیگه که وقتی زلزله بیاد نیروهای امدادی و نیروهای که میخوان فرار کنن از کجا بتونن فرار کنن، چطور همینجوری میسازید میرید. گفتم بهتون اون دفعه من با بعضی از دوستان معمار در ایران صحبت میکردم میگفتن با اینکه قوانینی تازگی ها وضع کردن ولی قوانین رو کسی رعایت نمیکنه، مردم میسازن بدون دقایق و بالاتر از تعداد مثلا آپارتمان مجاز میسازن بعد میان جریمهشو میپردازن، جریمهش کسری از سودی است که میبرن برای اینکه مثلا 3 طبقه بیشتر ساختمان. خب اون ساختمون رو مهندس و معمار برای مثلا 6 طبقه طراحی کردن نه 14 طبقه. یعنی این فضاست که متاسفانه قرارت آقای خاتمی گفتن بدآموزی نکنید باید حرف نزد دیگه در موردش
سیاه نمایی نکنید. سیاه نمایی نکنید. حرفی نزنید که آقا خوشش نیاد. به هر حال باید از این حرفا امتناع کرد. ما کمتر بگیم. خوشش نمیاد آقا. آقا خوشش نمیاد. گفتن آقا چیزی نگید آقا خوشش نیاد. آقای دکتر چندی پیش اسدالله عسکرولادی یه حرفی زده که آقا خوشش نیامده. این رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه است. خبر داد که واردات از روسیه به ایران 4 برابر صادرات است. آنها نفت را میبرند و به جای آن کالا تحویل تجار جمهوری اسلامی میدهند. آقای دکتر این تیترم من یه جا خوندم که آیا هدف روسیه تبدیل ایران است به یک حکومت اقماری روسیه؟ واقعا چنین چیزی ممکنه؟ خیلی خطرناکه. خیلی خطرناکه. من دوباره فهم کنم چندین بار من و شما با هم در این مورد صحبت کردیم که من واقعا فکر میکنم که باید نگران این قضیه بود. من یه دفعه حتی یادتون باشه نقل کردم از یکی از این اسنادی که توی همینجا آرشیو آقای زاهدی هست در استنفورد، متن مذاکره شاه هست با سفیر شوروی در ایران در 1967. اگه یادتون باشه اعراب شکست بدی خوردن از اسرائیل، شوروی میخواد نیروهای مصر و سوریه و عراق دیگر کشورهای مسلمان رو خیلی سریع بهشون در واقع کمک رسونی کنه و سریع ترین راه از فراز ایرانه. با ایران تماس میگیرن، شاه با شرایطی قبول میکنه. شوروی میرفندرسکی تماس میگیره. بله میرفندرسکی سفیر بوده. میرفندرسکی سفیر بوده. این جلسه ای که من میگم سفیر انگلیس در شوروی در ایران با شاه و اردشیر زاهدی، مینوتش اینجا هست. شاه شروع میکنه با لحن بسیار تند به سفیر شوروی گفتن که ما به شما گفتیم که فقط فکر کنم 18 پرواز حق دارید و فراز خاک ما بکنید. این پروازها باید در طول روز باشه. این پروازها به محض اینکه وارد میشید باید با اطلاع ما باشه تا یه هواپیمای نیرو هوایی در کنارش همراه شما بره. باید علائم روی هواپیماشون رو از آرم شوروی بردارید و یه آرم کشور مسلمون بذارید. تعدادش هم گفتیم و گفتیم در روز باید برید. شما هم از لحاظ تعداد تقلب کردید، هم در شب پرواز کردید، هم اون خواستی که از شما داشتیم انجام ندادید و با یک لحن تند و تلخ تحکم و تلخ. یعنی انقدر شاهی که دوباره 65 با اینا قرارداد بسته، قرارداد بسته، نفتم نمیده، گازی که داشته اون وقت پرت میشده میده، فولاد میگیره. الان در نوژه اینا هواپیما از نوژه استفاده میکنن برای پروازهای نظامی خودشون. بقیه کارهایی که دارن میکنن و بقیه حضوری که دارن هیچ کسی در موردش زیاد صحبت نمیکنه، برای اینکه ظاهرا آقا خوشش نمیاد. گاهی به تلویح میبینیم که مثلا سایت های طرفدار آقای روحانی یا اصلاح طلبا میگن که آیا اینقدر میشه با شوروی روسیه تکیه کرد؟ آیا این صحیحه؟ ولی کلن برنامه‌ای که اونا در ایران دارن و نوع حضوری که دارن به نظر من کاملا مسئله جدیه. فقط هم برای ایران نیست، اگر روسا جاپاشون رو در ایران محکم بکنن برای همه منطقه یه پیامدهای جدی داره، برای اروپا پیامدهای جدی داره، برای عربستان پیامدهای جدی داره. الان ممکنه ولیعهد عربستان فکر کنه که
میتونه با پوتین مثلا باب دوستی باز کنه، ولی حضور دراز مدت روسا در اون منطقه کل وضعیت رو دگرگون میکنه و من خیلی نگرانید. نگران هستم، ولی خب ببینید ایران تا به حال 200 سال تونسته در مقابل شیطنت های خرس همسایه مقابله بکنه، حتی وقتی که بزرگترین تشکیلات حزبی ایران، حزب توده ایران، با برخی از برجسته ترین فرزندان ایران در اون عملا اسباب نفوذ شوروی و اسباب گردآوری اطلاعات برای شوروی بودن، بازم نتونست. حالا که به نظرم امکاناتشون از اون دوران هم حتی محدودتره، ولی کنجکاوی و حساسی بهش کمتر هست. من این تیتو که خوندم آقای دکتر ببخشید از کلمه اقماریش ترسیدم، حکومت اقماری. خب روسیه با هیچ حکومتی که رابطه غیر اقماری نداره که، یعنی روسیه به هر حال یک قدرت استعماری است نسبت به هر کسی که باش رابطه داره. نگاه بکنید با رابطه برابر مگر با کشورهای خیلی قدرتمند غربی داشته باشه. تلاشش اینه که از تمام از کشورهای آسیای مرکزی بگیرید تا کشورهای در واقع گرجستان و همه آذربایجان، تلاشش در این است که یا اونها رو در واقع جزء اقمار خودش بکنه، یا حداقل به قول اصطلاحی که در روابط بین الملل به کار میبرن فنلاندیزشون بکنه، یعنی فنلاندیزه بکنه به این شکل که اونقدر اونجا قوی باشه، اونقدر برشون تسلط داشته باشه که اونا جرأت نکنن مثلا کاری بر خلاف نظر حتی چه برسه به منافع روسیه انجام بده. آقای دکتر میلانی چه میفرمایید درباره این بازپرداخت 527 میلیون دلار زمان شاه نزد بریتانیایی ها؟ حالا میخوام پس بدن. بله شرطش هم بله شنیدم به یه روایتی بخشی از مذاکره برای آزادی یکی از گروگان هایی است که گرفتن، گروگان های دوتابیتی خانم زاغری. خانم زاغری من واقعا اطلاع دقیقی ندارم که آیا یک چنین پشت پرده‌ای هست یا نه، ولی خب اینا پولایی است که مثل پولایی است که دولت اوباما به ایران داد، خیلی ها اینجا به عنوان بازپرداخت باجت بیل تلقی کردن، ولی این پولی بود که دولت آمریکا به ایران بدهکار بود و به طور غیرقانونی نگرش داشته بود. من در اون مورد در مورد وضعیت این پول در آمریکا یک کمی بیشتر اطلاع دارم، در مورد ایران، در مورد انگلستان تا وقتی که این مسئله مطرح شد اطلاعی اصلا ازش نداشتم. به همین خاطر اصلا بعید نیست که یک باجی باشه. به هر حال جمهوری اسلامی سیستم باجگیری رو تبدیل کرده به یک گروگانگیری. گروگانگیری دیگه، واقعا گروگانگیری. بله دقیقا. و برای من غریبه که کشورهای غربی بهش تن در میدن، برای اینکه اینها هی یاد میگیرن، هی گروگانهای بیشتری میگیرن. الان میگن چند مثلا نزدیک 30 و چند تا دو تابعیتی ها رو گروگان گرفتن، حبس کردن، پاسپورتشون رو میگیرن. این هزار و یک جور شیطنت میکنن برای اینکه باج رو بگیرم. آقای دکتر گفته می شود که برخی از دولت‌های استبدادی میخوان برای پاپوش‌دوزی برای روزنامه نگاران متوسل بشن به پلیس بین‌الملل.
و برای همین برخی از حقوقدانان جهانی قصدشون این است که به اصطلاح کوشش کنند آیین‌نامه پلیس بین‌المللی رو تغییر بدن که نتونن دسترسی داشته باشن به روزنامه نگاران. شما اینو خوندین؟ بله من خودم همین در حد میدونید یک تلاش کشورهای مثل ترکیه و مثل بقیه همین اقتدارگرایان که همه به هر حال یک جوری معاند و مخالف مطبوعات آزاد هستن دیگه. و به نظر من میدونید یک به قول آقایون یک حجمه ای علیه آزادی مطبوعات در سطح جهانی هست. متاسفانه باید بگم که در آمریکا هم این حجمه وجود داره. یعنی به نظر من حملاتی که جمهوری خواها، حملاتی که آقای رئیس جمهور آمریکا علیه روزنامه های معتبر مملکت مثل نیویورک تایمز، مثل واشنگتن پست، علیه شبکه های معتبر مملکت مثل CNN میکنه، کل مفهوم خبر کذبش، فیک نیوزش که در واقع متوجه این هاست، به نظر من یک زمینه سازی میشه که به این کشورهای امثال ترکیه و حتی ایران این مستمسک رو میده که حمله شون به آزادی مطبوعات بیشتر بشه. به نظر من دوران برای آزادی مطبوعات هم دوران خطیری است و هم دورانی است که بیش از هر زمانی ما به آزادی مطبوعات احتیاج داریم. آقای دکتر میرانی، آقای ترامپ گفته است ببخشید تعلیق آزمایش‌های کره شمالی در برابر رزمایش‌های مشترک آمریکا قابل قبول نیست. هدف خلع سلاح کامل کره شمالی است. از یه طرف هم اون رهبر کره شمالی گفته آقا رو باید اعدام کرد. من فهم کنم به دو دلیل این حرف آقای ترامپ حرف بخردانه نیست. یکی این که به نظر من تقریبا غیر ممکنه تصور این که کره خلع سلاح بکنه. دو، آقای ترامپ که خیلی از مواقع به ریگان تأسی میکنه و فکر میکنه که بر سبیل ریگان حرکت میکنه، اگر توجه میکنه مثلا خاطرات آقای شولتز رو بخونه، شولتز که وزیر امور خارجه ریگان بود الان هم در استنفورده، یه حرف خیلی جالبی میزنه. میگه ما در مذاکراتمون با شوروی وقتی که میخواستیم از اونها امتیاز بدن، وقتی که میخواستیم وادارشون کنیم به عقب نشینی، همیشه این درک رو داشتیم که یه کاری نکنیم که اونا احساس تأخیر بکنن، به روشون نیاریم. عقب نشینی میکردن، ما هرگز نمیگفتیم که اینا عقب نشینی کردن. آوانس میدادن، ما بهشون اجازه میدادیم که در سطح داخل خودشون حداقل ادعا کنن که بردن. شما نمیتونید یک کشوری مثل کره رو بگید که من تنها در شرایطی با تو مثلا مذاکره خواهم کرد که آبروی خودت رو نزد مردم خودت ببری، بگی بله ما جا زدیم، آمریکا رزمایش کرد، ما از ترس رزمایش آمریکا همه قوه اتمی خودمون رو وا خواهیم گذاشت. هیچ رهبری این کارو نمیکنه، برای اینکه رهبری میخواد خودش بمونه. فردا اگر این کارو بکنه واضحه که در داخل طغیان میشه. این به نظر من در دیپلماسی شرطش اینه که یه اولوبه طبعی داشته باشن دیپلمات‌ها و اجازه بدن که اون طرف شکست رو برای مصرف داخلی کمتر به عنوان شکست یا حتی به عنوان پیروزی اعلام بکنه. آقای ترامپ یه جوری شخصی شده با این مردک کره که به نظر من حداقل همه کسانی که من میشناسم و کره خیلی خوب میشناسم
یعنی مثلا آقای پری وزیر دفاع آقای کلینتون که مهمترین قرارداد عملا سلاح اتمی رو با کره شمالی امضا کرد به عنوان وزیر، و آقای سیکک برجسته ترین متخصص اتمی آمریکا و تا اونجایی که میدونم تنها متخصص اتمی آمریکا که نیروگاه های کره رو رفته دیدار کرد. این دو نفر بارها در این چند ماه گفتن که یک مسئله کره شمالی راه حل نظامی نداره، دو باید یه جوری رفتار کرد که به اون طرف اجازه بدید که یه عقب نشینی های بکنه بدون اینکه احساس خفت بکنه. حرف آقای ترامپ جایی برای مذاکره به نظر من کم میذاره و این راه رو بر دیپلماسی میبنده به نظر من و خیلی اون بالقوه تراژیک خواهد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. فکر میکنم وقت ما به پایان رسیده. حتما. آقای کارگردان بله میفرمان که تمام شد. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. تا هفته آینده. حتما. با تشکر از کارگردان عزیزمون که پیشا پیش خبرها رو میدن و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه ها توجه دارن. شب و روز همگی خوش.